بسم الله الرحمن الرحیم و من یتوکل علی الله و هو حسبه. با نام یاد خداوند متعال عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان محترم برنامه عارفانه. آرزومند هستم که این روزهای فرخنده عید سعید فطر و خوبی سپری بکنین و انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما مورد قبول خداوند متعال واقع شده باشه. خوشحال هستیم که در یک روز زیبای دیگر از روزهای نورانی ایام عید سعید فطر در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با نشر برنامه عارفانه و از شما تقاضا میکنیم که افتخار بخشیده و این برنامه را تا انتها مشاهده بفرمایید. قرار هست که به مدد الهی در برنامه امروز در رابطه با حفظ روحیه رمضانی صحبت بکنیم. همه ما میدانیم که ماه مبارک رمضان حال هوای خاصی داره و در طی این 30 روزی که پشت سر گذاشته شده ما روحیات ما کم تغییر کرده، به سمت معنویت بیشتر گرایش پیدا کردیم و از نفسانیات و عرض کنیم که اموری که مربوط میشه به رسیدگی به نفس و خواسته های نفس دوری گزیدیم و تلاش کردیم در این ماه که بیشتر به یاد خداوند متعال باشیم و اوقات خود صرف عبادت او بکنیم. بنابراین چطور میشه که این روحیه را حفظ کرد و در طول 11 ماه بعدی هم با روحیه رمضانی زندگی کرد؟ این عنوان برنامه ما هست که دعوت کردیم از کارشناس محترم مسائل دینی و استاد محترم دانشگاه سرور گرامی جناب آقای سلطانپور که امروز افتخار داریم و که در خدمت ایشان هستیم. اجازه خدمت شما عرض سلام داریم. خیلی خوش آمدید به استدیو برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و همکاران عزیزتان و همه بینندگان عزیز و بزرگوار. تبریک و تهنیت عرض می‌کنم عید سعید فطر را. انشالله که عید خیلی خوبی برای هموطنان عزیز ما در سرزمین افغانستان باشد. انشالله. خیلی لطف کردین آجا از این که وقتان گذاشتن و در برنامه تشریف آوردین. سوال اصلی ما جایی است که ما چطور میتونیم روحیه رمضانی را حفظ بکنیم؟ یکی از سوالات بسیار مهم و اساسی در بعد از ماه مبارک رمضان همین سوال هست. حالا که انسان روزدار در ماه مبارک رمضان توانسته است این ماه رو بگذراند و در طول این ماه سرمایه عظیمی را، دستاوردهای عظیم معنوی را برای خودش کسب کرده است، بحث مهم اینجا این است بعد از ماه مبارک رمضان اینکه چطور از این سرمایه انسان محافظت بکند، چگونه انسان از این سرمایه محافظت بکند. قبل از این که من پاسخ به این سوال را بدهم، یک سوال دیگری هم در این میان وجود دارد، اینکه چرا باید من از این دستاوردها محافظت بکنم؟ اساسا چرا باید من محافظت بکنم؟ چرا باید من روحیه رمضانی را در بعد از رمضان ادامه بدهم و حفظ بکنم و مراقبت بکنم؟ این چرایی خیلی مقدمه خوبی هست برای اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث چگونگی حفاظت از دستاوردهای ماه مبارک رمضان. طبق آموزه های دینی ما، اون چه که از آیات و روایات استفاده می شود این است که ما توصیه شدیم به این که دینداری ما باید دینداری در تمام فصول باشد. لذا دینداری فصلی خیلی ارزش چندانی برای انسان مؤمن و مسلمان ندارد. بله. برای این که دینداری فصلی انسان مؤمن را به سعادت نمی رساند. دینداری فصلی انسان مؤمن را عاقبت به خیر نمی کند. چون به اون نتیجه اساسی ما نمی رسیم، لذا دینداری فصلی کاری خوبی نیست. اونچه که به ما توصیه کردن که ما همیشه و در همه حالات و در تمام فصول دیندار باشیم. حالا در تایید فرمایش از سالین آیه شریفه قرآن هست که می فرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. این عبادت فقط مال مبارک رمضان نیست، بلکه تا لحظه مرگ است. چون این یعطیه کلیخین فرمودن که خداوند را عبادت و پرستش و بندگی کن تا زمانی که مرگت فرا برسه. و این فرمایش شماست واقعا که فصلی به درد نمیخوره. کما که آقا دیده میشه بعضی حتی نه تنها روزه رو در ماه رمضان که فقط میگن که خب مخصوص این ماه هست، نماز رو هم فقط در ماه رمضان میخوانن و در غیر از ماه مبارک رمضان مثلا به نماز پایبند نیستن. واقعا روحیه نادرستی است. این نکته را از همین جهت عرض کردم که یک نگاهی در جامعه وجود دارد، در میان مردم، در میان حتی در میان مؤمنین، که بعضی از کارهای عبادی مخصوص ماه رمضان است. بعد از رمضان اگر هم انجام ندادیم اشکالی ندارد، خیلی مشکلی برای سعادت ما
برای سرنوشت ما ایجاد نمیشه، در حالی که واقعا اینطوری نیست. یا مراقبت های ویژه که آقا در ماه رمضان ما می داشته باشیم، این مراقبت ها رو ممکن است بعد از اتمام ماه رمضان دیگه نداشته باشیم، همینطور این مقدار عنان نفس را رها بکنیم. خدای نکرده. دقیقاً همین. لذا لازمه دینداری در تمام فصول این است که انسان باید مراقب سرمایه های معنوی خودش باشد. اگر ما پذیرفتیم که باید در همه حالات در تمام فصول دینداری ما از نوع دینداری در تمام فصول و حالات باشد، پس لازمش این است که نسبت به تمام اعمال عبادی که انجام دادیم، نسبت به تمام برنامه‌های معنوی که در ماه مبارک رمضان داشتیم، اون سرمایه عظیم و اون توشه بزرگ معنوی رو که در ماه مبارک رمضان ما کسب کردیم، باید کاری بکنیم که این سرمایه حفظ بشه. باید کاری بکنیم که این سرمایه ادامه پیدا بکند. در 11 ماه دیگه هم ما از آثار و از برکات این سرمایه عظیم معنوی بهره‌مند بشویم. همینطور. لذا بنابراین چرا ما باید از دستاوردهای ماه مبارک رمضان محافظت بکنیم؟ دلیلش این است که اگر می‌خواهیم سرنوشت خوبی داشته باشیم، اگر می‌خواهیم در مسیر سیر الله خوب حرکت بکنیم، درست حرکت بکنیم، لازمش این است که دینداری ما در تمام فصول باشد. و لازمه دینداری در تمام فصول حفظ و مراقبت از دستاوردهای عظیم سرمایه‌های معنوی ماه مبارک رمضان و آثار روزه‌داری است. حالا با توجه به این مسئله این سوال هست که چگونه می توانیم این دستاوردهای ماه مبارک رمضان رو حفظ بکنیم؟ این روحیه را باید چگونه ادامه داد. بله. چگونه این روحیه زیبا و ارزشمند رمضانی رو در بعد از ماه مبارک رمضان حفظ بکنیم؟ راهکارهای مختلف و متفاوتی را انسان می تواند در این مسئله بیان بکند. من به 3 راهکار اشاره می کنم. 3 مسیر رو اگر انسان دنبال بکند، 3 برنامه رو اگر انسان در زندگی خودش بعد از ماه مبارک رمضان دنبال بکند، میتواند از دستاوردهای ماه مبارک رمضان حفاظت بکند. نه تنها حفاظت، بلکه این دستاوردها افزایش پیدا بکند، این سرمایه های معنوی اضافه بشود و انسان بتواند به راحتی در مسیر قرب الله حرکت بکند. اولین راهکار این است که انسان مراقب اعمال خودش در بعد از ماه مبارک رمضان باشد. به این معنا که انسان بعد از ماه مبارک رمضان از اون کارهایی، از اون رفتارهایی، از اون کنشهایی که ضربه میزند به اعمال صالح انسان، اعمال صالح انسان رو از بین میبرد، زائل میکند، باید پرهیز بکند. بله. که تعبیر خلاصش این می شود که انسان باید بعد از ماه مبارک رمضان اجتناب بکند از گناه و معصیت الهی. بسیار مهم است. بله. روزه انسان را به تقوا می رساند. اون چی که انسان را از تقوای الهی و این هدف اساسی روزه دور می کند، گناه و معصیت و نافرمانی الهی است. بله. لذا گناه بدترین مسئله، بدترین مانع، سختترین و مشکلترین مانع برای این است که انسان بتواند از سرمایه های معنوی خودش محافظت بکند. برای اینکه گناه اعمال صالح انسان رو از بین میبرد، نابودش میکند. لذا در بعد از ماه مبارک رمضان حکایت ما نباید حکایت اون کسی باشد که زحمت میکشد، تلاش میکند، سکه های فراوانی رو جمع میکند، این سکه ها رو داخل کیسه میگذارد، داخل جیب میگذارد تا ذخیره بشود، اما منتهای مسئله نمیداند که این کیسه سوراخ است. بله. این جیب سوراخ است. هر چقدر سکه ها رو در این کیسه میگذارد، این سکه ها ذخیره نمیشود، این سکه ها حفظ نمیشود. نباید حکایت ما حکایت این شخص باشد که ما در ماه مبارک رمضان سکه های معنوی خودمان را جمع بکنیم، جمع بکنیم، داخل کیسه بگذاریم که این کیسه سولاخ هست. خیلی مهم است. بله. لذا یک دروغ میتواند تمام سرمایه معنوی انسان را از بین ببرد. یک غیبت کردن میتواند تمام سرمایه معنوی انسان را از بین ببرد. یک کار خطایی که انسان در بعد از ماه مبارک رمضان انجام بدهد ممکن است تمام سرمایه ماه مبارک رمضان انسان را از بین ببرد. لذا یکی از راهکارهای مهم و اساسی بحث اجتناب از گناه و معصیت. بسیار عالی. تشکر میکنم از آقای سلطان‌پور. بینندگان ارجمند،
از شما دعوت میکنیم که همچنان همراهی بفرمایید. بعد از یکی من برنامه باز هم خدمت شما میرسیم. تشکر میکنیم از اینکه همراه هستین با برنامه عارفانه. بینندگان عزیز، امیدوار هستم که این روزهای نورانی و فرخنده عید سعید فطر و خوبی سپری بکنین. ما در برنامه امروز در رابطه با چگونگی حفظ روحیه رمضانی صحبت میکنیم. همه ما میدانیم که در ماه مبارک رمضان مراقبت های ما در این ماه بیشتر از سایر وقت ها هست. بیشتر مراقب نفس خود هستیم، بیشتر مراقب این هستیم که مبادا از ما گناهی سر بزنه. چطور میشه به هر حال این روحیه مراقبت از نفس را در غیر از ماه مبارک رمضان هم تداوم بخشید؟ در خدمت آقای سلطانپور هستیم و این بحث ارزشمند تقدیم شما میکنیم. از آقا بفرمید. همونطور که عرض کردم، اجتناب از گناه میتواند حافظ سرمایه های معنوی ما، سرمایه های معنوی ماه مبارک رمضان باشد. اگر بخوایم آثار زیبا و ارزشمند و معنوی ماه مبارک رمضان را حفظ بکنیم، یکی از راه های مهم و اساسی اجتناب از گناه و معصیت است. در قرآن کریم یک واژه‌ای وجود دارد به نام حبت، حبت اعمال. خدای متعال در قرآن نسبت به این واژه ها اشاره میکند که گاهی انسان در زندگی خودش یک عمل سوء انجام میدهد، یک عمل گناه انجام میدهد، این یک عمل گناه تمام اعمال صالح انسان رو نابود میکند، تمام اعمال صالح انسان رو آتش میزند، هباء منثورا میکند. تعابیر خیلی زیباست. من چند تا از این آیه شریفه قرآن رو بخونم. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این آیه در مورد کسانی است که آیات الهی رو تکذیب می‌کردند، روز قیامت رو تکذیب می‌کردند. خدای متعال در مقابل اینها می‌فرماید حالا که شما این مسیر رو ادامه می‌دهید، و قدمنا الی ما عملوا من عمل، ما هم به سراغ اعمال شما می‌آییم. چیکار می‌کنیم؟ فجعلناه هباء منثورا، ما هم تمام اعمال خوبی که شما انجام دادید می‌گیریم هباء منثورا می‌کنیم، غبار میکنیم در هوا که هیچ ارزشی دیگه نداره، چیزی باقی نمیمونه. گردش میکنیم، گردش میکنیم، یعنی آتش میزنیم، دودش میکنیم که چیزی از او دیگه باقی نمانه، که دیگه شما به انتظار اون اعمال صالح نباشید، منتظر باشید که ما که اعمال صالح داریم دیگه در قیامت جایگاهی خوب خواهیم داشت. نه، شما هیچ چیزی نخواهید داشت. چرا؟ چون اعمال شما حبط شده است. یا در تعبیر دیگر دارد، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. خیلی زیبا خدای متعال میفرماید کسانی که روز قیامت رو انکار میکند، آیات ما رو انکار میکند، فحبطت اعمالهم، ما هم اعمالش رو حبط میکنیم، اعمال صالح و خوبش رو حبط میکنیم، اونطور حبط میکنیم که هیچ وزنی برای اعمالش باقی نمیماند که در روز قیامت قابل وزن کردن باشد این اعمال. لذا خیلی از کارهایی رو که ما انجام میدهیم ممکن است در ارتباط با این مسئله قرار بگیرد، حبط اعمال. گاهی انسان اگر انسان مراقبت نکند، مواظبت نکند، یک عمل بد میتواند اعمال صالح انسان رو از بین ببرد. لذا انسان خیلی باید مواظب باشد. انسانی که در طول ماه مبارک رمضان با سختی، با مشقت، با صبر و تحمل توانسته سرمایه عظیمی را در ماه مبارک رمضان کسب بکند، اگر مراقبت نکند، اگر اجتناب از گناه و معصیت در برنامه های بعد از ماه مبارک رمضانش نباشد، ممکن است یک عمل همه سرمایه را از بین ببرد. بسیار خطرناک. گاهی یک بی احترامی به پدر مادر که موجب دلشکستگی پدر و مادر میشه، همه اعمال انسان ممکن است حبط بکند. این داستان خیلی داستان زیبایی است. این داستان رو عرض بکنم. شخصی در عالم رؤیا خواب دید، وارد یک باغی شد. خیلی باغ زیبا و ارزشمندی بود. در این باغ قصر تعبیه شده بود. هم باغ زیبا بود و هم قصر زیبا. خیلی تعجب کرد. با تعجب به این باغ و این قصر نگاه میکرد. سوال کرد این باغ از آن چه کسی است؟ گفتن این از شخصی به نام حبیب نجار هست. خیلی متعجبانه به این زیبایی نگاه میکرد. اما یک مرتبه سائقه آمد، به این باغ زده شد، این باغ آتش گرفت، این قصر آتش گرفت و دود شد و رفت هوا و از بین رفت. از عالم رؤیا بیدار شد. از عالم رؤیا وقتی بیدار شد، صبح رفت در خانه این شخص رو زد، حبیب نجار رو.
از او سوال کرد که راستشو به من بگو، دیشب چه اتفاق برای تو افتاد؟ دیشب چه کار خطایی و اشتباهی انجام دادی؟ اون شخص گفت من دیشب با پدر و مادرم در حال مشاجره بودم که عجب. دستم بالا رفت بر پدر و مادرم، بر والدینم. ببینید گاهی یک خطا و یک اشتباه بله. تمام سرمایه معنوی انسان رو ممکن است از بین ببره. احترام بله. پدر و مادر واجب هست. به احترامی به پدر و مادر ممنوع هست. هیچ کس حق ندارد که نسبت به پدر و مادرش به احترامی بکند، جز گناهان بزرگ محسوب می شود. لذا یکی از راهکارهای مهمی که انسان روزه‌دار که ماه رمضان تمام شده است و الان در بعد از ماه مبارک رمضان قرار داریم، حتما باید در برنامه‌های بعد از ماه مبارک رمضان باشد، بحث اجتناب از گناه و معصیت است. انسان باید خیلی مراقب باشد تا گناه و معصیت در زندگی خودش انجام ندهد. این اولین راهکار. اما دومین راهکار، علاوه بر مراقبت از اعمال خوب خودمان، علاوه بر اینکه مواظب اعمال و رفتارمان در بعد از ماه مبارک رمضان باشیم، این است که ما در برنامه‌هایمان بحث ممارست نسبت به اعمال خوب رو داشته باشیم. بله. باید بعد از ماه مبارک رمضان اعمال خوب استمرار داشته باشد، تداوم داشته باشد. نباید رابطه من با اعمالی که در ماه مبارک رمضان انجام دادم قطع بشود. بله. اگر این رابطه قطع بشود، من خسران میکنم، من زیان میکنم. بله. لذا انسان مؤمن، انسان مسلمان بعد از ماه مبارک رمضان اگر میخواهد دستاوردهای ماه مبارک رمضان حفظ بشود، باید رابطه خودش را با اعمال و برنامه های معنوی ماه مبارک رمضان قطع نکند. نه تنها قطع نکند، بلکه این برنامه ها را استمرار ببخشد، مداومت ببخشد. لذا یک قاعده خیلی زیبا و ارزشمند هست، میگوین اثر در استمرار هست، اثر در مداومت هست. زمانی ما میتوانیم اثر یک کار را لمس بکنیم و از آثارش بهرمند بشیم که اون کار را مداومن انجام بدهیم، استمرار داشته باشد. حاجه اصفایی میکنم، خیلی وقتا این هم تلقین شده به ما که نباید عبادت و کارهای خوب از روی عادت باشه، در حالی که خب برخی روایات هست که به ما گفتن اصلا نفستان را عادت بتین به کارهای خیر. مثلا روایت از پیامبر اکرم هست که فرمودن عودوا انفسکم الخیر، عادت بتین. اصلا خیلی جالب فرمایش شما این که انسان استمرارن بتونه امور خیر را انجام بده، ضرورتش ایست که آدم عادت بکنه به یک کار خیر. پس کنین اگر دعای عهد میخوانه هر روز صبح، اگر تلاوت روزانه منظم داره که هر روز قرآن بخوانه، خب ایره به شکل عادت باشه، برای چه اشکالی داره آدم به کار خیر عادت بکنه که بد نیست. اتفاقا عادت به کار خیر خیلی خوب هست، خیلی خوب است. اما نکته این مسئله این است که این عادت نباید از روی تقلید باشد. این عادت باید با معرفت باشد. این عادت باید پشتوانه معرفت داشته باشد، شناخت داشته باشد. انسانی که از روی شناخت، از روی معرفت عادت به کار خیر میکند، این فوق‌العاده زیباست. اساسا ارزشمند هست. ما نماز یومیه رو میخوانیم، حتما باید عادت بکنیم که اول وقت بخونیم. اما زمانی از آثار ارزشمند نماز اول وقت بهره مند میشم که این از روی شناخت باشد، از روی معرفت باشد. چرا؟ چون وقتی من با شناخت یک کار خوب رو انجام میدهم، اثرش رو میبینم، عظمتش رو میبینم، نسبت به عظمت اون کار آثار برای من ثبت می شود و آثار برای من نوشته می شود و من می توانم در زندگی خودم از او بهره مند بشم. بنابراین دومین راهکاری که انسان برای حفظ دستاوردها باید انجام بده بحث ممارست هست. استمرار کارهایی که در ماه رمضان داشته، در غیر از ماه رمضان. لذا تعبیر من این است که انسان بعد از ماه مبارک رمضان باید یک برنامه معنوی برای خودش درست بکند، یک برنامه معنوی برای خودش بچیند که محتوای این برنامه معنوی باید این مسائل باشد. یک اولین مسئله که باید محتوا باشد، انشالله عرض خواهیم کرد کامل ترش. بعد از وقفه انشالله خدمتان هستیم و این فرمایشات شما را ادامه خواهیم داد. بینندگان عزیز با ما همراه باشین. بعد از میان برنامه‌ای که آماده نشر هست، باز هم خدمت شما هستیم و در بخش بعدی تلاش میکنیم که این موضوع ارزشمند جمع‌بندی بکنیم که چطور میشه واقعا روحیه رمضانی را حفظ کرد.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه عارفان همراه هستیم. بینندگان عزیز، با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشتیم، باید ببینیم که چگونه بتونیم روحیه این ماه عظیم را حفظ بکنیم و همچنان که در ماه مبارک رمضان احساس میکردیم که به سمت خوبی ها و در حال حرکت هستیم و گرایش به معنویات داریم، حقیقتا چی رقم میشه که ما در غیر از ماه مبارک رمضان در طول سال همینطور باشیم. حاج آقای سلطان پور بزرگوار، با توجه که در روایات فرمودن که ماه رمضان رأس و سنه هست، یا لیلت القدر رأس و سنه، یعنی آغاز سال عبادی انسان مؤمن ماه رمضان و شب قدرش هست، بفرمایید که از طرفی هم خب ما در غیر از ماه رمضان فرض کنیم وقتی که سال نو میشه، نوروز بشه، بیشتر به فکر هستیم که خب یک سال جدید به شروع هست، چیکار باید بکنیم، چه برنامه هایی باید داشته باشیم تا با موفقیت های بیشتری در این سال دست پیدا کنیم. حالا با توجه به اینکه سال عبادی ما رأسش و آغازش ماه مبارک رمضان هست، بفهمید که چه برنامه هایی باید ریخت و چه کار باید کرد که این بحث ارتباط هم داشته باشه به اینکه روحیه این رمضانی را ما در غیر از رمضان هم بتونیم حفظ بکنیم با یک برنامه ریزی درست و دقیق. همونطور که شما به زیبایی فرمودید، ماه مبارک رمضان آغاز سال عبادی و تربیتی انسان مؤمن و مسلمان هست. بله. از این ماه هست که سال تربیتی و عبادی انسان آغاز می شود، باید برنامه ریزی بکند انسان. لذا برنامه‌ای که انسان مؤمن بعد از ماه مبارک رمضان برای حفظ روحیه ماه مبارک رمضان و حفظ دستاوردهای ماه مبارک رمضان حتما باید در برنامه‌هایش باشد، در تقسیم اوقات شبانه روزش باشد که بتواند اون سرمایه را حفظ بکند. من چند تا از اینها را اشاره میکنم. اولین مسئله بحث انس با خود روزه گرفتن هست. نباید رابطه انسان روزداری که الان ماه مبارک رمضان تمام شده، در بعد از ماه مبارک رمضان رابطه با اصل روزه گرفتن قطع بشود. لذا در تعابیر روایی ما آمده است که انسان در ابتدای ما، در وسط ما و در آخر ما مستحب است که روزه بگیرد. که تعبیرش به روزه ده را جواهی کسی 12 ماه سال این کار انجام بده که اول و وسط و آخر ما رو بگیره، این روزه سال براش حساب میشه. همینطوره، دقیقا. انسان اگر به این توصیه عمل بکند، رابطه خودش را با اصل روزداری که یکی از آثار ماه مبارک رمضان، یکی از احکام ماه مبارک رمضان حفظ کرده است. این خیلی ارزشمند است، خیلی زیباست. این اولین مسئله که حتما باید تو برنامه‌های بعد از ماه مبارک رمضان ما باشد. دومین برنامه که حتما باید باشد و خیلی مهم است، بحث انس با نماز هست. ما در ماه مبارک رمضان یک تمرین بسیار زیبایی در ارتباط با بحث گفتگوی با خدای متعال داشتیم. من تعبیرم از نماز این است که نماز یعنی چی؟ نماز یعنی گفتگو کردن با خدای متعال. نماز یعنی حرف زدن با خدای متعال. نماز یعنی گپ زدن انسان با معبود خودش. سیواس، بله. این تعابیر رو شما در خود متن نماز هم مشاهده میکنید. سوره مبارکه هم مستند این سخن هست. در سوره مبارکه هم مخاطب انسان نمازگزار کی است؟ خدای متعال هست. بله. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز یعنی گپ زدن با خدای متعال، یعنی حرف زدن با خدای متعال، یعنی گفتگو کردن با خدای متعال. این انس با این عبادت زیبا و ارزشمند که این همه اهمیت و ارزش در سعادت انسان داره، نباید در بعد از ماه مبارک رمضان قطع بشود. باید به همون شکلی که در ماه مبارک رمضان نماز برای من اهمیت داشت، اولویت داشت، در بعد از ماه مبارک رمضان هم اهمیت داشته باشد، اولویت داشته باشد. بسنس. چرا؟ به خاطر اینکه نماز اون عبادتی هست که خدای متعال از انسان اگر قبول بکند، سایر اعمال انسان را هم قبول میکند. فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. یا اون تعبیری که امام صادق علیه السلام فرمود که اگر کسی نماز رو سبک بشمارد، شفاعت من امام صادق شامل حال او نمی شود. نمی گوید که کسی نماز نخواند. نماز می خواند، اما نمازش رو سبک بشمارد. بی توجه باشد، کم اهمیت برش جلوه بکند، بازم شفاعت اهل بیت شامل حال او نمی شود. نماز مسئله مهمی است. باید هم به کمیت نماز توجه بکنیم در بعد از ماه مبارک رمضان، هم به کیفیت نماز، حضور قلب.
که بتوانیم اون لذت رو ادامه دار داشته باشیم. این دومین برنامه. سومین برنامه‌ای که انسان باید در بعد از ماه مبارک رمضان داشته باشد تا بتواند هم دستاوردها رو حفظ بکند و هم به این دستاوردها بیفزاید، انس با سحرخیزی است، انس با نماز شب هست، شب زنده‌داری هست. در ماه مبارک رمضان همه روزداران شب زنده‌داری را تجربه کردن، تمرین کردن. این تجربه نباید با اتمام ماه مبارک رمضان قطع بشود، بلکه باید ادامه پیدا بکند. لذا در تعابیر علمای ما هست، در توصیه های علمای ما، در روایات هم هست که اگر میخواید حوائجتون برآورده بشود، اگر میخواید زندگی خوبی داشته باشید، از زندگیتان لذت ببرید، بیایید در دل سحر با خدا حرف بزنید. واقعا زیباست. در دل سحر با پروردگارتان مناجات بکنید. این مناجات در دل سحر صدای انسان رو میرساند، خدا خوبتر گوش میکند، زیباتر گوش میکند، مستجاب میشود، خصوصا نماز شب. این سومین برنامه که حتما باید در برنامه روزانه ما باشد. چهارمین برنامه، برنامه انس با قرآن کریم است. قرآن آیین نامه زندگی بشر است. قرآن کریم، هدف از نزول قرآن این است که من هدایت بشم. در این قرآن هر آن چیزی که در مسیر سعادت برای من لازم است، قرآن کریم برای من بیان کرد. پس من باید قرآن رو تلاوت بکنم، اما باید به کیفیت تلاوت توجه بکنیم. کمیت خیلی زیباست، خیلی ارزشمند است، خیلی هم ثواب داره انسان صرفا تلاوت بکند، اما هر قدر کیفیت تلاوت بالا برود، ارزش هم بالا میرود. انسان به وضوح حضور قرآن رو در زندگی خودش لمس میکند. کیفیت چی است؟ یعنی اینکه من قرآن رو بفهمم. یک آیه بخونم روزانه، اما با ترجمه بخونم. نصف صفحه بخونم، اما با ترجمه بخونم. واقعاً زیباست. آقای سلطانپور، آیه از قرآن کریم هست که دقیقاً این فرمایش شما رو داره. خداوند مصطفی فرمود که کتاب انزلناه مبارکون الیک لیدبروا آیاته. اصلا این خداوند متعال این کتاب رو نازل کرده برای اینکه ما در آیاتش تدبر بکنیم. یعنی اون مفهوم و پیامی که در پشت سر این ظاهر آیه قرآن کریم هست رو درک بکنیم و بهش عمل بکنیم. همینطور اساسا فلسفه نزول قرآن هم همین است. فلسفه نزول قرآن این است که انسان به آیات قرآن عمل بکنه. بله. انسان چه زمانی میتونه به آیات قرآن عمل بکنه؟ اینکه اول قرآن رو بفهمد، یاد بگیرد، تلاوت بتواند بکند، بعد بفهمد که چی گفته خدای متعال، بعد بیندیشد، تدبر بکند، تفکر بکند. در نهایت این تفکر و این فهم انسان را هدایت میکند به اینکه به اوامر و دستورات قرآن کریم عمل کند. لذا یکی از برنامه‌هایی که حتما باید در برنامه ریزی‌های معنوی و روزانه ما باید باشد، تلاوت قرآن کریم است. انس با قرآن کریم است. اگر بخوایم حفظ کنیم اون روحیه رمضانی رو، باید با قرآن انس داشته باشیم در بعد از ماه مبارک رمضان. برنامه بعدی که حتما باید در برنامه ریزی‌های خودمون داشته باشیم، انس با دعا و مناجات هست. چقدر ما زیبا در ماه مبارک رمضان برنامه‌های مناجات داشتیم. بله. خصوصا در شب‌های قدر انسان لذت می‌برد از دعا خواندن، کیف می‌کرد. از حرف زدن با خدا، از خواندن دعا، از خواندن دعای جوشن، از سایر دعاهایی که وارد شده است. نباید این لذت در بعد از ماه مبارک رمضان قطع بشه. با اینکه ما بهره عظیمی از ادعیه و مناجات‌هایی داریم که از ائمه معصومین علیهم السلام در اختیار ما هست و باید از این استفاده کرد در طول سال. نکته‌ای رو که می‌خوام عرض بکنم این است که در بحث دعا حتماً و حتماً یکی از برنامه‌های روزانه ما که حتماً در برنامه ریزی ما باشد این است که حتماً برای وجود مقدس امام عصر دعای سلامتیش رو همیشه بخوانیم. چرا؟ چون اگر من برای سلامتی ولی خدا دعا بکنم، اون وقت ولی خدا هم برای سلامتی من، برای برآورده شدن حوائج من دعا می‌کند. لذا استمرار در دعای اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن که دعای سلامتی حضرت است، آثار و برکات بسیار فوق‌العاده ای دارد. آخرین راهکار رو هم خلاصه عرض بکنم این است که گاهی انسان تمام تلاش خودش رو میکند، مراقبت میکند، ممارست میکند، استمرار دارد، رابطه خودش رو قطع نمیکند، اما باز هم دچار گناه میشود، اما باز هم گاهی از صراط دور میشود. چرا؟ چون وسوسه های دشمن قوی هست، شیطان در کمین هست. انسان آخرین راهکار این است که انسان بتواند دستاوردهای ماه رمضان را حفظ بکند، این است که انسان
تمام سرمایه های معنوی که در ماه مبارک رمضان کسب کرده این رو بسپارد به ولی خدا، بسپارد به وجود مقدس پروردگار که از این سرمایه من محافظت بکنه. تفویض امر به خداوند متعال و اینکه به خداوند متعال بگیم خدایا، یا به ولی خدا امام زمان علیه السلام عرضه رو داریم که خود شما از این دستاورت ها محافظت بکنین و ما را در مسیری که در ماه رمضان درش روان بودیم در غیر از ماه مبارک رمضان هم کمک بکنین که در این مسیر روان باشیم. ما جا تشکر میکنیم از حضور ارزشمند شما، واقعا بیانات بسیار عالی بود و انشالله که در همه ما اثر کرده باشه. بینندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه ما را همراهی فرمودین تشکر میکنم. برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. خداحافظ شما.